تلویزیون ایرانیان. تلفن کد 818 760 4070. میخواستم بدونم شما چه سالی ایران رو ترک کردید و برای تحصیل به آلمان رفتید؟ من بعد از این کلاس هفته، کلاس هفت یعنی اول متوسطه رو تمام کردم و دیپلم 5 رو گرفتم، رفتم رو برو. ولی برای چی در اون موقع به چه دلیل من رو از این مدرسه در سن 14 سالگی یا 15 سالگی به چه دلیل من رو به آلمان فرستادن؟ به علت این بود که البته چیز خانوادگی داره، پدر من دائم در مسافرت‌های جنگیش بود یا بیرون بود و ارتشی بود و مادر منم خب تنها تن فرزش من بودم و منم پنزل پدر بزرگ مادر بزرگم بودم و بعد پدر بزرگ من فوت کرد، لاله من که حقیقتا جای پدر بزرگ رو برای من گرفته و چون پدرم نبودش در اون موقع گرفته بود، اون هم فوت کرد و من تقریبا تنها مونده بودم و مادر منم زندگیشو نمیتونست ادامه بده به این ترتیب و جدا شده بود از پدر من، جدا شده بودن و من مونده بودم پدر هوا در حقیقت و فکر میکردن که بالاخره فکری برای من بود بکنن. در اون موقع تعداد زیادی از ایرانی و جوانان ایرانی رو به عنوان محسنین اعزامی در زمان رضا شاه فرستاده بودن، همه رو برای تعلیم به کشورهای مختلف اروپا. در اینجا درست در سال فرنگی 1315 در سال ایرانی 1900 میشه 1314 و در فرنگی میشد 1935. 35 یعنی درست دو سال بعد از اینکه آدولف هیتلر در آلمان به سر کار آمده بود. بله 1933 برای که اون در 30 ژانویه 1933 سر کار اومدش. البته راجع به آدولف هیتلر اینا در ایران در همون موقع آقای سیف آزاد روزنامه داشت، روزنامه‌ای بیرون میداد و مثلی که اصلا محیط رو آماده کرده بود برای اینکه افراد برن به آلمان و برای اینکه روزنامه قطعا نمیدونم دیده بودید یا خیلی روزنامه بودش، روزنامه ایران باستان، آقای سیف آزاد اینو منتشر میکرد و این روزنامه سیف آزاد، روزنامه ایران باستان، کاغذ بسیار قشنگ براق، عکسای فوق العاده خوب، مقالات قشنگ، ولی تمامش از آلمان هیتلری بود. صحیح. تمام. چه حتی یه عکسی هم برداشته بود از یه پلیسی که داشت نشان میداد، اون موقع عکس برداری کرده بودن که این دستش بلند کرده بود که اتومبیلا بایستن و این جلوی دروازه دولت بود که پشتش رو کاشی در چیز یک علامت صلیب شکسته بود. صحیح. که بعد این در روزنامه‌های آلمانی اینو چاپ کرد که پلیس ایران داره سلام چت و سلام نازی ها میده و من خیلی طرفدار این روزنامه بودم و بعد چه حتی برای اولین باری که عکس خودم رو در روزنامه دیدم چاپ شده خیلی خوشحال شدم. در اون موقع 14 سالم بود، برای خود دیدم که آقای سیف آزاد عکس من رو چاپ کرد و نشد اولین مشترک سال دوم روزنامه ایران باستان، امیرحسن افشار، شاگرد مدرسه زرتشتیان. خلاصه در اون موقع صحبت این بود و بعدم مادر من و مادر بزرگ من خیلی سعی میکردن که از کسانی که رفتن اونجا درس میخونن و برای تعطیل تابستون، چون ما تابستون بود، میامدن به ایران در از اونا بپرسن که چقدر مخارج در اونجا هست. و پسر خاله مادر من هم سرهنگ فرود، اون هم آتشه نظامی ایران بود در برلن. صحیح. و از اونم سوال میکردن و بعد گفتن که در آلمان به پول ایران 120 تومان در ماه خرج یک دانشجو هستش و که میشه 320 مارک آلمانی، چون در اون موقع یک مارک 3 ریال و خورده ای بود. و بعد فکر کردن که منو بفرستن به خارج، صحبت آلمان نبود. البته من خودم از آلمان خیلی خوشم میومد که برم به آلمان به علت همین تبلیغات آقای سیف آزاد. بعد قرار بر این شد که من برم برای تحصیل به بلژیک،
اونم به علت اینکه آقای مشفق کاظمی خودشون تحصیل کرده فرانسه بودن و بلژیک بودن، البته در آلمان هم بودن، آلمانی هم صحبت میکردن. ایشون هم که اومدن به تهران اولین کتابی نوشتن به نام تهران مخوف که فوق العاده سکسه پیدا کرده بود. این کتاب به چندین زبان هم ترجمه بود، درست یک چیزی بود که شرح وقایعی که امروز اگر شما بخونید درباره ایران امروز بدن همینیست که آقای مشفق کاظمی در اون کتابش داده بود. مشفق کاظمی علاقه داشت که من برم به بروکسل بلژیک بله به بلژیک برم و خود مشفق کاظمی هم عضو وزارت خارجه بود و در همون موقع ایشون هم مأمور شده بودن به عنوان دبیر اول یا مستشار سفارت در استکهلم و این یه اوکازیونی بود که وقتی که ایشون با خاله من میرن بالاخره منم با خودشون ببرن. البته مادر بزرگ منم مایل بود که بیاد به اروپا چون مادر منم چندین بار قبلا خودش به اروپا رفته بود اومده بود اینا، اون در ایران موند که زندگی رو به چرخونه چون پدرشون فوت کرد بود مادر بزرگ من. بعد آقای مشفق کاظمی بالاخره قبولوندن که من برم به بلژیک و من خب از من عکس برداشتن و بعد رفتم و به گذرنامه برای من صادر کردن، رفتم گذرنامه‌مو گرفتم، گذرنامه تحصیلی به من دادن، بعدم معین کردن که چقدر من خرج دارم که اجازه از اجازه اسعار میگفتن در اون موقع ارز بگیرن که برای من بتونن این پول بفرستن و در چیز وقتی که گذرنامه رو گرفتم دیدم نوشته امیرحسن افشار فلان تو اینجا، بعد اون موقع در گذرنامه اون زیر می نوشتن که برای چی میرید که شما همچین گذرنامه رو ندیدید، قطعا اون زیر می نوشتن که آقای لیمونادی که برای معالجه به آلمان می روند. آلمان هم نشود که امیرحسن افشار که برای ادامه تحصیل به بلژیک می روند. تو گذرنامه می نوشتن، چرا نمیدونم، مد بود اون موقع. تا اینکه بالاخره قرار شد که بریم، بعدم رفتیم البته اون موقع با اتومبیل به بندر پهلوی، اونجا با کشتی که یک کشتی که خیلی حال ما به هم زد، به اینکه شب تا صبح من نتونستم بخوابم، حالم بد بود اینا، تکان میدن تا رسیدیم به باکو و البته از باکو اون وقت با راهن البته ما رفتیم تا برلن که خودش یه مسافرتی است که من اون موقع در سن 14 سالگی خاطراتی از اون سفر چند روزه نوشتم که سه روز از باکو تا ورشو در راه بودیم که رسیدیم به سرحد پولوی، بعد از این ترن مجبور بودیم بیایم سوار ترن دیگه بشیم، ترن روسیه بسیار کثیف بسیار ناراحت، غذا و اینا که اصلا به سه روز تمام خیلی غیر قابل خوردن، فقط هم گفته بودن غذا همراه ببرید، غذاها رو هم همراه برده بودیم از قبیل پنیرای هلندی و نمیدونم نون و پکره هر چی که میشد، فقط آب جوش میگرفتیم از اون کسی که تو راه رو میومد پیش خدمتی که میرفت برای خدمتی که به ما دهشم آب بده مثلا که چایی درست کنیم. و بعد وقتی رسیدیم به سرحد سوار راهنهای آلمانی شده بودیم که از ورشو آمده بودن و رسیده بودن به سرحد آلمان، دائم در حرکت بودن به این ترتیب برای که ریل‌های شوروی عریض‌تر بود از ریل‌های انترنسیونال و بین‌المللی که در آلمان بود، به اینجا ترن رو باسی عوض میکردیم. وقتی سوار ترن که شدم اولین باری بودش که یه واگن فوق العاده تمیز، کوپه‌های خیلی قشنگ خیلی خوب و اولین جایی بودش که به آدم یه مارک می‌گرفتن در اون موقع و یه دو تا گوشی می‌دادن و این گوشی رو می‌ذاشتید به گوشتون، اونجا بالا سرتون به سوراخ بعد می رادیو گوش می‌کردید و این قبول در سال 1935 بودش این موضوع. لازم بفرمایید که از کی چقدر در اون موقع اینا هنوز پیشرفته بودن که یه همچین ترن‌هایی داشتن. تا اینکه بالاخره به برلن رسیدیم، برلن هم رفتیم شب در کوفرسوندام، یه هتلی بود به نام هتل کوفرسوندام که تمام ایرانی‌ها می‌رفتن اونجا، درست در کنار خیابان روبروی اولندشتراسه اون طرف خیابون کنزبکشتراسه. مقیم شارلوتنبورگ شدید؟ کدوم قسمت شهر؟ بله 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 درسته، بله همون در منطقه شارلوتنبورگ بهترین منطقه برلند. و بعد البته من چه عرض کنم اینجا خیلی طولانیست، اگر امپرسیونی که یه جوانی که از تهران اومده که تازه یک سال بود که منزل ما سیمکشی برق کرده بودن که تو اتاق منزلمون در تهران برقی قبلا که تمامش چراغ نفتی بودش. حالا اگر اجازه بفرمایید بگم خیلی انصار، چون من موقع که لله داشتم در تهران من در اندرون در بیرونی اون لله من بود و پیش اون من درس میخوندم و بعد شب میرفتم
من یعنی می‌رفتم اندرون تو باغ، تو خونه خود، تو باغ ساختمان مرکزی. یک مشباغری بود که شب از اندرون غذا می، شام لاله منو میآوردش اونجا و من رو زمین نشسته بودم، لالم رو زمین، اون درسامو میخوندم و اون سینی رو میذاشت جلوی این غذا و ضمناً اون طرف لحافو میگرفت و این لحافو تکون میداد، دوشکو میذاشت، لحاف میز عبدالحسین خانم مینداخت و هر دفعه که این آقای مشباقر این لحافو بلند میکرد و مینداخت با بادش چرا خاموش میشد، میموندیم در تاریکی. بعد سعی میکرد هر دفعه هم یادش میرفت لامپو بعد روشن کنه، دستش میسوختش. این تکنولوژی اون زمان ایران بود. بله، یه دوره ایران بود که البته یک سال بعدش ما خونه ما خیلی چراغای ضعیفی البته، ولی چرا خلاصه دیدن برلن، اون شهر نور، اون رکلامای رنگ و رنگ، میدونین اون یه چیزایی که هیچ وقت ندیده بودم در ایران. فقط تنها جایی که من دیدم که یه جا یه چیزی نوشته میشد و خاموش میشد دوباره نوشته میشد، یه نوشود الکتریکی، عکاسی الکتریکی خادم، شب و روز خاموش میشد دوباره شب و روز. این تنها چیزی که من دیدم. ولی برلن با اون چیزا، به هر حال در هتل چیز اونجا موندیم، در هتل کوفرسون اک. بعد سرهنگ فرود آمد که عرض کردم آتشه ملیتر بود و سرهنگ فرود مادر بزرگ منو و خالمو و منو اینا رو بردن و رفتم برای نهار. و من نمیدونم این چه حسابی بودش که هر ایرانی که وارد میشدش به برلن برای خاطری که یه جا ببرنش همون روز اول و نهار دفتش کنن میبردن به باغ فرش، اونا رو نشون میدادن. و یه رستورانی هم بودش در اونجا که خب رسال خیلی خوبی ها بود. البته ما هم رفتیم باقی وحش و اونا رو تماشا میکردیم بعد اینجا. بعد اما چه موقعی بود؟ این موقع درست موقعی بودش که در 14، 15، 16 ماه سپتامبر بود، سپتامبر 1935. شما خودتون در آلمان بودید و شما از آلمان قدیم هم گوین که شما در زمان هیتلر نبودید، زمان قبل بودید، ولی خب بهتر اطلاع داشتید تمامی تا 20 سال پس از شما من به آلمان رفتم. بله بله، البته خیلی دیرتر. بله، ولی خب دیگه بعض عوض شده بود. ولی در اون موقع هر سال در ماه سپتامبر در شهر نورنبرگ چیز حزبی بودش، یه لغت مخصوصی داره، کنگره حزبی بود که قانون هم میگذروندن در اونجا، که اولین قانونی که گذروندن در همون سال بود که بنده اونجا بودم 1935، قانونی بودش که به نام قانون حفاظت از تمیز بودن، به سا اینجوری تقریبا شد تمیز بودن راس آلمان و نژاد آلمانی. صحیح. نژاد آلمانی. و مقصودشون چی بود؟ یعنی که دیگه اجازه ازدواج با کلیمیا و بعد کلیمی ها رو اونجا تقسیم بندی کرده بودن، کلیمی های 100% کلیمی، بعد 50%، 40%، نصف کلیمی، بعد اسمش رو بعد توضیح می دادن 100% کلیمی کیه، پدرش و پدر بزرگش و مادرش و اینا کلیمی، و همینطور میاد تا اینکه می رسن چه حتی تا یه نفر پیدا بشه میگفتن این 1/16 کلمی هستش. نه و این آدمی که 1/16 کلمی هست، این نسبتا اجازه داشتش که در بعضی از کارها دخالت داشته باشه. رو گذرنامه شون و البته رو این گذرنامه آلمانی همه داشتن، ولی روش یه دونه یوت یا یه دونه یه یا جی گذاشته بودن که یعنی شویش کلمی. خلاصه در اونجا این برنامه‌ای که در اونجا اجرا میشد، حالا قسمت قانونش اینا رو که من اصلا اون موقع خبر نداشتم، اینا رو بعدا در دانشگاه که رفتم اینا رو خونده بودم میدونستم، در اونجا موزیک‌های نظامی می‌زدن و نوزهای موزیک‌های نظامی آلمانی هم حقیقتاً موزیکایی است که آدم رو تکون می‌ده و موزیک‌های خیلی قوی نشان دهنده یه قدرت بزرگ هستش. بله. و این موزیک‌ها رو می‌زدن و این موزیک‌ها در بلندگوها پخش می‌شد. در ایران در اون موقع اصلا ما رادیو نداشتیم. هیچی نداشتیم ما در ایران. بعد این پخش شد و من این موزیکا رو خیلی میپسندم. بعد هیتلر که نطق میکرد، البته اینقدر عکس هیتلر رو تو مجله ایران باستان دیده بودم که برای من آشنا بود، ولی خب این عکس ها رو میدیدم و چیز. بعدم فیلم هم شبا سینما میدن که البته من اون بار سینما من رو نبردن، ولی خب البته این برنامه رو نشون میدادن.
من خیلی خوشم اومد از آلمان. به دنبالی این برنامه در هفته آینده توجه فرمایید.